خب دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جامع و تنی سالم داشته باشید. خوشبختانه مراحل انقلاب مردمی ایران داره به مرحله نهایی خودش که ریزش دومینویی دستندرکاران در قدرت هست نزدیک میشه. این که انتظار داشته باشیم در هفته اول، دوم، سوم، شاید ماه اول یا ماه دوم نیروهای سرکوبگر ریزش داشته باشن، ریزش دومینویی، یعنی اینکه پشت سر هم و با شتاب فراوان ریزش داشته باشن، دور از واقعیته. ولی واقعیت اینه که یواش یواش نیروهای سرکوبگر، نیروهای دولتی دارن دچار ریزش میشن. نیروهای سرکوبگر آن چه از دستشون برآمد کردن، یعنی اینکه اگر بیشتر از این هم از دستشون برمی آمد می کردن، ولی اگر نکردن دلیلش برای این است که نمی توانستن بکنن. الان نیروهای در قدرت یواش یواش با همدیگه درگیر خواهند شد، نیروهایی که موافق سرکوب خشن هستند ادعا خواهند کرد که اگر بهشون امکانات بیشتری داده میشد، نیروی بیشتری داده میشد، فرصت بیشتری داده میشد، این حرکت رو سرکوب میکردن. و از طرف دیگه کسانی که بیشتر عقلانیت در کارشون هست و بعد از سالها مدیریت یا کار کردن در دولت چیزهایی رو یاد گرفتن یا بر اساس تحصیلشون چیزهایی رو یاد گرفتن، به این نتیجه میرسن که واقعا سرکوب جوابگوی این حرکت نیست و باید با مصالحه، با مذاکره به نتیجه رسید. و بین این دو گروه در حاکمیت استکاک بسیار زیادی برقرار است و این استکاک بسیار زیاد یواش یواش باعث ریزش دومینویی نیروهای در قدرت خواهد شد. چرا که کسانی که ذره عقلانیت دارن میدانن که این اعتراضات از جنس اعتراضات گذشته نیست، این اعتراضات اعتراضاتی است که به اصطلاح همه مردم درش هستند، همه مردم درش شریک هستند، این اعتراضات اعتراضاتی هستش که تمام مخالفان تاریخ جمهوری اسلامی پشت به پشت همدیگه دادن و دور شعار زن، زندگی و آزادی جمع شده. مرحله ریزش نیروها به این شکل خواهد بود که کسانی که عقلانیت رو بیشتر مد نظر قرار میدن، فرصت بهشون داده میشه از طرف حاکمیت که مدیریت بحران بکنن، ولی تازه کار از کار گذشته و این همه خونی که ریخته شده پایمال نخواهد شد. در خبرها هستش که فرمانده نیروی انتظامی استان زاهدان یا سیستان بلوچستان برکنار شده. این خبری هست خوش، به این دلیل که نشان می‌دهد که نیروهایی که در رأس هرم قدرت هستند استکاک فراوانی دارند و برای پایین آوردن فشار جامعه مجبور شدن که یک سری امتیازات بدن. این امتیازات به نوبه خود نیروهای مبارز رو روحیه بهشون میده، بهشون امکان مبارزه بیشتر میده و از طرف دیگه نیروهای سرکوبگر رو بهشون روحیهشون رو ازشون میگیره، به این معنا که وقتی که میبینن هر چقدر کشتار کردن، مثلا فرمانده سپاه و فرمانده نیروی انتظامی زاهدان یا مال سیستان و بلوچستان در چند روز ده ها کس رو کشت، ده ها انسان رو به خاک و خون کشید و برای حفظ جمهوری اسلامی جنایت بزرگی رو مرتکب شد، وقتی که همکاران این شخص میبینن که با تمام این جانفشانی که این برای حاکمیت کرده، با تمام فداکاری که کرده مجبور شده که فدا بشه، نیروهای دیگر هم میترسند برای اینکه حرکت‌های بیشتری رو انجام بدن. اینها خبرهای خوشی هست. من پیش بینی کرده بودم که اگر حرکت ها تا 3 ماه طول بکشه دچار ریزش دومینویی خواهد شد و الان نزدیک به 3 ماه رو داریم واردش میشیم. از این به بعد شاهد برکناری نیروها و جایگزینی نیروهای خوشنامتر خواهیم بود.
شاهد باز شدن فضا به صورت نسبی خواهیم بود، هرچند که در دادگاه ها باز هم نیروهای تندرو در حاکمیت هستند و با اعمال خشونت، با اعمال حکمهای اعدام، با تصویب قوانینی که در مجلس فرمایشی هست بر اساس حکم اعدام میخوان مردم رو بترسونن، ولی واقعیت اینه که عمر رژیم جمهوری اسلامی به پایان رسیده و این زمستان رو به بهار نخواهد رسید. خبر خواهیم داشت و شادی خواهیم کرد در چند ماه آینده بر اثر سقوط حکومت جمهوری اسلامی و بر اساس باز شدن فضای سیاسی و فضای دیالوگ بین نیروهای مدنی. ولی بعد از اون هم خطراتی جامعه رو تهدید میکنه و اون نیروهایی هستن که چه در اپوزیسیون و چه در حاکمیت نیروهای خودسر و تندرو هستن. در داخل نیروهای مردمی هم نیروهای تندروی هستند که بغیر از ایدئولوژی خودشون ایدئولوژی دیگر را بر نمیتابن و این باعث میشه که استکاکی بین نیروهای مردمی هم بعد از ریزش جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی بین مردم به وجود بیاد و این نیرو، این استکاک به نظر من بسیار بدتر از استکاکی هست که الان بین مردم و حکومت خواهد بود. استکاک بین نیروهای انقلابی معمولا بعد از خودش یک فضای انقلابی همراه سرکوب رو خواهد داشت که امیدوار هستم ما این رو در این دوره انقلاب نداشته باشیم، هرچند همه انقلاب ها بعد از پیروزیشون یک دوره سرکوب و یک دوره خشونت رو دارن، ولی امیدوارم که مردم ایران عاقل‌تر از این باشن که این دوره رو داشته باشن. به هر حال ماه دوم خیزش مردمی داره به نتیجه میرسه و ماه سوم داره شروع میشه و این خبر خوشی هست برای تمام آزادی خواهان و تمام کسانی که در این راه فداکاری کردن. استمرار فعالیت های مردمی باعث شده که نیروهای سرکوبگر آنچنان برآشفته و آنچنان خسته باشند که یواش یواش بخوان نیروهای معقول داخل جامعه حاکمیت رو به صحنه بیارن و بخوان که اونها مردم رو ساکت کنن. امیدوارم که فریب این دوره هم خورده نشیم، فریب خورده این دوره هم نشیم و ادامه مبارزات رو بدیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی. به امید آزادی ایران و به امید دیدار شما در کشوری آزاد و در کشوری دموکراتیک.